امروز یک لایوی با دکتر سعدوندی داریم در خصوص سرمایه‌گذاری. محوریت این لایو با سوالات شما عزیزان هست، سوالاتی که قبل از لایو از ما پرسیدید. حجمش هم نسبتاً زیاده ولی سعی می‌کنیم که به همه سوالات بپردازیم. سلام آقای دکتر. سلام، عرض ادب، احوال شما هستید؟ سلامت باشید، ممنونم. موضوعی که مخاطبین ما برای لایو این هفته از ما درخواست کردن بحث سرمایه گذاری هست و من میخوام که محوریت این لایف هم با سوالاتی باشه که از جانب مخاطبین به دست ما رسیده. من فقط سوالات رو یه طبقه بندی کردم در سه دسته که از شما میپرسم. دسته اول سوالات یه سری سوالات عمومی هست که من اول با این سوالات عمومی شروع میکنم و بعد میرسیم به سوالات جزئی تر درباره بازارها. پرسیدن که اولا خب چطور و کجا سرمایه گذاری کنیم به طور کلی و کسی که بخواد از صفر شروع بکنه و اقدام به سرمایه گذاری بکنه باید چه دوره هایی رو بگذرونه و چه آموزش هایی رو ببینه. با این سوال شروع کنیم و بعد من بقیه سوالات عمومی رو بپرسم از شما. بسیار سوال خوبی رو مطرح کردن. اتفاقا این لایو چهارشنبه خود من در پی این بودم که تا حدی به همین سوال پاسخهای دقیق تری بدم، ولی به طور مختصر الان خدمت شما عرض میکنم. البته به شما نگفته بودم که امکان داره که در این مورد هم صحبت کنم، ولی جالب بود برای من. اولین سوالی که مطرح فرمودید این بود. ببینید، یک نکات خیلی مهمی هست در واقع تدبیر منزل. اگر شما با ادبیات غنی فارسی آشنا باشید میدانید که خیلی دستورهای متعددی داده شده، چه دستورهای آینی و دینی چه دستورهای فرهنگی که در ادبیات ما وجود داره، در زمینه مثلا معاشرت، در زمینه مثلا تدبیر منزل، به این مفهوم که مثلا اقتصاد منزل رو چگونه اداره کنیم. این در گذشته ما بوده، ولی ما یک قطع ارتباطی با این گذشته داشتیم و با ادبیات دنیای مدرن و دانش دنیای مدرن متأسفانه آشنا نشدیم. و این هست که شما مستثمر بودید، من سال هاست که تلاشم این هست که سطح دانش عمومی رو بالا ببرم. یعنی اصلا کلینیک اقتصادم ببینید شعارش همین هست که ما به دنبال این هستیم که دانش عمومی رو ارتقا بدیم. اینو وظیفه خودم میدونم به عنوان فردی که بالاخره یک مقدار آموزش‌های دیدم که شاید بقیه ایرانیان ندیده باشند. و یک سری از این آموزش‌ها سافت اسکیلز هست که کار بنده فعلا نبوده و خود من هم بالاخره آموزش در سطح ندیده بودم. مثلا در دبیرستان و دانشگاه در کشورهای پیشرفته مثلا فنون مذاکره رو آموزش میدن، کامیونیکیشن یا نحوه ارتباط رو آموزش میدن. دقت میفرمایید، اینجور مثلا تا اتیکت مثلا نحوه غذا خوردن رو آموزش میدن و اینها خیلی مؤثره در اینکه بالاخره یک نوع تعاملی در جامعه، تعامل خوبی در جامعه شکل بگیره. و اگر میبینید کشوری پیشرفت کرده به خاطر همین تعاملات هست. یک سری از اصول دیگری رو که آموزش میدن مثلا در دبیرستان اقتصاد رو خیلی جدی میگیرن. من خیلی تأسف خوردم، یک روزی یکی از دوستان بنده تماس گرفتن گفتن من دخترم میخواد از شما سوال اقتصاد بپرسه. من منزل اینها رفتم و دخترشون دبیرستانی بودن. سوالایی که این دختر از من پرسید واقعا، حالا من سالها بود در دانشگاه ولنگتون تدریس میکردم، ولی سوال خیلی جدی بود و من تعجب کردم. حتی میتونم اینجوری خدمتتون عرض کنم که در سطح دانشگاه بود و باز هم اینطور میتونم خدمتتون عرض کنم که بسیاری از اساتید ما اینجا نمیتونستن به اون سوالات پاسخ بدن. خب پس ببینید، آموزش اقتصاد رو خیلی جدی میگیرن در سالهای دبیرستان و در سال اول دانشگاه. وقتی من ورجینیا تک بودم تقریبا تمام دروس، البته به جز رشته شما، یعنی تنها رشته ای که اقتصاد رو در سال اول نمی خوندم، یک اقتصاد خرد قوی و یک اقتصاد کلان قوی، رشته اقتصاد بود. این خیلی جالبه، من خودم عرض کنم، ببخشید، رشته فلسفه بود. همه تمام رشته ها اقتصاد می خوندن. خیلی عجیبه، یعنی درس عمومی تمام رشته ها اقتصاد بود. از طرف دیگر بحث سرمایه گذاری است. ببینید، سرمایه گذاری شهودی نیست. دقیق میفرمایید، یعنی اینجوری نیست که شما مثلا تصور کنید که سرمایه گذاری میدانید و سرمایه گذاری بدانید. خب یا مثلا بگید که ما حالا همینجوری که داریم زندگی میکنیم بالاخره کم کم تجربه کسب میکنیم و میآموزیم و کم کم جلو میریم. اینطوری نیست. یعنی این تجربه خیلی تجربه سختی خواهد بود اگر افراد در زندگیشون از مسیر تجربه بخوان سرمایه گذاری رو بیاموزن. من یک استادی داشتم اون زمان در دانشگاه ورجینیا تک، وقتی MBA فایننس میخوندم، به نام پروفسور کرل. ایشون از طریق ماهواره به ما تدریس میکرد. اون زمان ماهواره گرون بود، میدونی، مثلا الان نبودم اجازه واتساپ باشه، نمیدونم اسکایپ باشه، اینها خیلی راحت افراد صحبت کنن، خیلی مشکل بود.
ایشون یک توصیه یک بار به ما داشت، میگفت که همه در دنیای سرمایه‌گذاری زیان می‌بینند. برخی از افراد در سن مثلا 11 سالگی و 12 سالگی و در نوجوانی مثل آقای مثلا وارن بافت، بعضیا در سن خیلی بالاتر، حالا هر چه سن شکست در سرمایه‌گذاری بالاتر باشه، این تجربه‌ای که کسب میشه اون وقت سخت‌تر میتونه جبران بشه. یعنی همه افراد در دنیای سرمایه‌گذاری به آسانی بر شکستگی رسیدند. یک فردی ممکنه خدای نکرده در سن 70 سالگی برسه، و یک فردی ممکنه که در سن مثلا 15 سالگی این تجربه رو کسب کنه. پس بدونید که تجربه حتما لازمه، ولی میشود از تجربه دیگران هم آموخت. و باز عرض میکنم مباحث اقتصادی و مباحث سرمایه‌گذاری اصلا اینها مباحث شهودی نیستن، باید آموزش ببینن. به چه همت ما هم در کلینیک اقتصاد همین بوده. یک زمانی من یک دوره ثروت آفرینی ایجاد کردم، فکر میکردم خیلی این دوره رو افراد بگیرن چون دوره آموزش سرمایه‌گذاری بود به یک نحوی، اما خب فروش دوره بد نبود، ولی من فکر میکردم چند هزار نفر مثلا این دوره رو تهیه کنند. به هر حال اون دوره هنوز هست، بنا دارم که دوباره گسترشش بدم. حالا چرا از این دوره یاد کردم؟ چون این دوره رو من با استفاده از تجربه خودم در بانک و با استفاده از تجربه خودم در دنیای سرمایه‌گذاری و با استفاده از تجربه و با استفاده از رشته‌های متعددی که خوندم و تدریس می‌کردم، اینها رو من مد نظر قرار ندادم. خیلی جالب خدمت شما عرض کنم، من رفتم زندگی نامه 10 سرمایه‌گذار اول خوندم و مباحثی که در اینها مشترک بود من در واقع به اشتراک گذاشتم در این دوره. حالا من یک نکته رو خدمت شما عرض کنم. مثلا ما در ادبیات سرمایه‌گذاری میگیم که شما باید تا اونجایی که میتونید سبد دارایی‌تون رو دایورسیفای بکنید یا متنوع بکنید. این خیلی مهمه. اما این سرمایه‌گذاران بزرگی که خیلی رشد کردن، خیلی قوی شدن، اتفاقا اینها روی کانسنتریشن تاکید میکنن، روی تمرکز پورتفوی تاکید میکنن. حالا من امروز، حالا نمیدونستم باز این سوال مطرح میکنید، امروز در ذهنم بود که این رازش رو من خدمت شما بگم. البته در اون دوره که توضیح دادم مثلا نظر آقای وارن بافت رو مثلا میگفتم یا آقای مانگر رو. مانگر که هنوزم میگه که قطعا باید به شدت پورتفوی سرمایه‌گذاری شما متمرکز باشه. حالا رازش اینه، ببینید، تا وقتی که شما به بیسیک زندگیتون، نیازهای اولیه زندگیتون رو پوشش ندادید، به دنبال پورتفوی متمرکز نباشید. این رو از من بشنوید، دقت می‌فرمایید. سعی کنید زندگیتون رو تأمین کنید به یک نحوی، یعنی یک خودروی مثلا شخصی داشته باشید تا هر جایی که شما رو راضی می‌کنه، یک منزل شخصی داشته باشید تا هر جایی که شما رو راضی می‌کنه. اگر زندگی مشترک دارید، خودتون و همسرتون باید به نتیجه برسید. حالا وقتی این در واقع کمترین مورد قبول تأمین شد، حالا شما میتونید اگر مازادی داشتید این رو سرمایه گذاری بکنید و این سرمایه گذاری تو میتونه از درجه تمرکز بالاتری برخوردار باشه. متوجه شدید؟ ببینید، پس اینها این ادبیات در تعارض با هم قرار نمیگیره و برای افراد مختلف کاملا متفاوته. یعنی شما اگر مجرد هستید و سن پایین، یک سطح حداقلی رو اگر تأمین کردید، برید ریسک کنید. ریسک کنید در زندگی، هم در سرمایه گذاری ریسک کنید، هم بزرگترین سرمایه گذاری چیه آقای کلمزری؟ حالا شما به عنوان کسی که بعضی وقتا در کلاس ما بودید، آقای وارن بافت بزرگترین سرمایه گذاری رو چی میدونه؟ روی خودمون سرمایه گذاری کنیم، آموزش ببینیم. احسنت. دو نوعه، یکی آموزش آکادمی که شما برید دوره ببینید یا برید دانشگاه، یک سری هم آموزشی هست که learning by doing هست. دقیق میفرمایید، هر دوی اینها رو سعی کنید انجام بدید. اگر مثلا مجرد از سنتون پایین، اگر متأهل میشید، شما باید حداقل زندگیتون تأمین باشه. عرض کردم خدمتتون. حالا اگر فرزندانی دارید که پس از اون برن دانشگاه، میخوان برن دبیرستان، سطح ریسک‌پذیری شما میاد پایین. هر چی سن بالا میره، سطح ریسک‌پذیری شما باید کاهش پیدا کنه. اینها نکات مهمیه که باید مد نظر قرار بدهید و اینکه بتوانید در دنیای سرمایه‌گذاری موفق باشید. تا وقتی این نشده، اون وقت باید سعی کنید سرمایه‌گذاریتون رو پخش کنید. یعنی نه، این سوالی که این خیلی از این دوستان میپرسن من رو نگران میکنه. من میبینم خانواده یکی مثلا دو تا فرزند داره، مثلا فرزندانی که در مثلا دانشگاه آزاد دارن درس میخونن، باید شهریه پرداخت بکنن. پس ببینید، وقتی این خانواده وقت از من یاد میپرسه که من الان دلار بخرم یا سهام بخرم، این منو نگران میکنه. چرا؟ برای اینکه این خانواده دقیقا مستاق همون خانواده‌ای که خدمت شما عرض کردم باید دایورسیفای بکنه، باید سبد دارایی‌شو متنوع بکنه. از این خانواده نباید اینجور سوالا رو بپرسه. دقت می‌فرمایید؟
میتونه بپرسه، میتونه اینجوری بگه که من طلا دارم، مثلا در دارایی خارجی سرمایه گذاری کردم، در سهام سرمایه گذاری کردم، ملکم مثلا به این صورته، حالا مثلا در اون سهام که دارم سرمایه گذاری میکنم کدوم سند برم؟ این سوال خوبیه. اما چون نیازهاشون رو دوستان میخوان با سرمایه گذاری پوشش بدهند، سوال میپرسن که من طلامو الان بفروشم بیارم داخل سهام؟ ببینید این مسیر شکسته، مسیری که میتونه واقعا شکسته خیلی بزرگی رو در زندگی ایجاد بکنه. پس باید حواستون باشه که اگر نیازهای زندگی تأمین نشده، دقیقا باید در وسوسه های ثروت بالاتر و حرص بالاتر باید غلبه کنید، وگرنه شکست‌های بسیار بزرگ در پیش است. ببینید در دنیایی که مثلا قمار انجام میشه، این قمار رو معمولا چه افرادی انجام میدن؟ دو سری افراد هستن. یک سری افراد که اصلا نیازی ندارند، دقیقا فرمان دارن تفریح میکنند، اصلا بحث ما اون افراد نیست. یک سری افراد دیگه به خاطر نیازشون میان قمار میکنن. این خیلی کار زشتیه، خیلی کار بدیه، خیلی افراد از زندگی عقب میافتن. با زندگیتون قمار نکنید. مشکل اینجاست که مرزه، ببینید اون قماری که خدمت شما عرض کردم مشخصه، زشتی و قباحتش شاید مشخص باشه که شما زندگیتو به باد ندید با این قضیه. ولی وقتی میایم بازار بورس مثلا صحبت میکنیم، بازار کریپتو، بازار فارکس، بازارهای دیگر رو که میایم صحبت میکنیم، این مرزش متاسفانه یک مقداری غیر شفاف میشه و نمیتونن افراد تشخیص بدن. پس توصیه اکید من این هست که بدانید چه کار میکنید، بدانید کجا دارید سرمایه گذاری میکنید. فکر میکنم البته ما عرض کردم یک دوره ثروت آفرینی که خدمتتون عرض کردم لکنی که اقتصاد ارائه دادیم و بیشترین دوره بوده که من یعنی نسبت به زمان دوره که شاید 10 ساعت بیشتر نباشه، من بیشترین وقت رو گذاشتم روی اون دوره. ولی به جز اون ما بنا داریم در کلینیک اقتصاد. حالا من باید یک سفری برم برگردم ببینم چی میشه. احتمالاً دوره‌های CFA رو ما شروع کنیم و در واقع اون آموزشایی که میدیم از منابع CFA احتمالاً آموزش بدیم. خب خیلی از دوستان ممکنه بتونن استفاده کنن. اگر خواستید در بازار سهام سرمایه گذاری کنید، دوره جامع فاندامنتال سهام هم خب دیدید که یک دوره خیلی گسترده‌ای بود، حدود 60 تا 70 ساعت دوره بود. الان هم که دوره جامع فاندامنتال فارکس رو که من برگزار کردم، دوستان عزیز من دوره فارکس برگزار کردم، فکر میکنم که پیشرفته ترین دوره فارکس ایران رو برگزار کردم، اما بنده هیچ وقت توصیه نمیکنم شما وارد دوره فارکس بشید. این دوره رو به وجود آوردم برای کسانی که در دنیای فارکس دارن پولشون رو از بین میبرن، دارن پولشون رو ضایع میکنن، و تمام تلاشم، تمام دانشم رو در اختیار قرار دادم که شاید بشود افرادی در این دنیا موفق بشوند. دنیای فارکس دنیایی که خیلی ریسکش بالاست و خیلی موارد متعدد مدیریت ریسک رو افراد باید در نظر بگیرن، و متاسفانه افراد تصورشون معمولا در دنیای فارکس این هست که ما بهتر از بقیه میدانیم، ما بهتر هستیم. همین حدود 60 ساعت شاید دوره فارکس، فاندامنتال فارکس، دوره جامعی که خدمتون ارائه دادم، این من فکر میکنم هر کس که در دنیای فارکس باشه این دوره رو بگذرونه، اون وقت متوجه میشه که مواردی که باید بداند و نمیداند زیاده. همین جلسه دیروز نمیدونم شما در کلاس حضور داشتید یا نه، یا بقیه دوستانی که الان در اینجا هستن، مطالبی رو که بنده گفتم میدانم که این مطالب مطالبی است که هیچ وقت در فضای زبان فارسی هیچ وقت ارائه نشده. یعنی بله، در شهر نیویورک خیلی از افراد این مباحث رو میدونن، در شهر لندن خیلی از افراد این مباحث رو میدونن، کسانی که در دنیای مالی هستن، در دنیای بانک مثلا، دنیای بانکی هستن، خیلی مطالب رو میدونن. ولی مطالبی رو که بنده دارم به جامعه ایرانی منتقل میکنم و افتخارم هم هست، بعضی وقتا وقتی پیام دارم از افغانستان خیلی خوشحال میشم که میبینم که فارسی زبانان به جز ایرانیان هم واقعا حضور دارن، و خیلی وقتا از به دوستان خارج از کشور که من پیام دریافت میکنم واقعا احساس خیلی خوبی من دست میده. چرا؟ برای اینکه این عزیزان به زبان انگلیسی مثلا آشنا هستن، به زبانهای خارجی آشنا هستن، علی‌ای حال اومدن از یک دوره که به زبان فارسی هست میبینن که مطالب جدید میآموزن. اینها افتخارات بنده است. البته من هیچ وقت ادعا نکردم همه چیز رو میدانم، ولی تا اونجا که از دستم برآمده واقعا کوتاهی نکردم در آموزش، در انتقال تجربه واقعا خسارت به خرج ندادم. بله خیلی ممنونم، توضیحات کامل و جامع بود. دوستان حالا اصحار لطفی کرده بودم من یه توضیحی بدم. دیروز پریروز اتفاقا یه رشته استوری ما گذاشتیم تو صفحه و افراد رو تهش هشدار دادیم درباره ورود به بازار فارکس. چند نفر از دوستان به ما پیام دادن دایرکت که آقا این چه وضعشه، شما خودتون دوره فارکس برگزار میکنید بعد میاد به ضرر خودت تبلیغ میکنید، میگید که فارکس شرکت نکنید. ما که دنبال اینکه کیسه بدوزیم برای مردم و بخوایم
تبلیغات الکی بکنیم و جیب خودمون پر کنیم نیستیم که. ما دیدیم که به هر حال هر چقدر هم هشدار بدیم به فعالان بازار که آقا این بازار ریسک داره، خطرناکه و غیره، بالاخره یه افرادی هستن که به هر دلیلی وارد این بازار شدن و خب آقای دکتر وظیفه خودشون دیدن که این افراد رو حداقل آگاه بکنن به اینکه وقتی وارد این بازار شدن واقعا وارد چه بازاری شدن، با چه ریسک‌هایی مواجه شدن، چه چیزهایی هست که نمیدانند و باید بدانند. و خب این خیلی تاثیر داره و گفتم که بعد از این دوره ما تضمین نمی‌کنیم که شما به درآمد سالانه 200% میرسید، ولی تضمین میتونیم بکنیم که بدون دونستن این نکات قطعا در بازارهای جهانی موفقیت بلند مدتی نخواهید داشت. اما سوال بعدی که مقدمه‌اش هم شما تو این توضیحاتتون گفتید، پرسیدن که برای قشر متوسط رو به پایین که میانگین درآمد 8 تا 12 میلیون تومان مثلا در ماه دارن چگونه امکان سرمایه گذاری و ایجاد سپر تورمی هست؟ کسی که مازاد درآمد نداره یا خیلی کم داره آیا میتونه اصلا سرمایه گذاری بکنه؟ خب بسیار سخته. ببینید کسی که اتفاقا آموزش‌های خیلی زیادی میدن مخصوصا در مثلا کشور اقتصاد آزادی مثل مثلا ایالات متحده، در آمریکا که من بودم، ببینید یک برداشتای شما دوستان دارند و اتفاقا نمیخوان از من اینا رو بشنوند، ولی من حقیقت خدمت شما عرض میکنم. در اون جامعه که ما بودیم تعداد افرادی که واقعا زندگی به خور نمیداشتن خیلی تعدادشون زیاد بود، ولی خب هموطنان خودمون که خیلی وقت رفتن اونجا بعضی خیلیشون موفقن، خیلیشون هم روشون نمیشه که واقعیت رو بگن. من خاطرم از بعد از سالها دوباره رفتم و تجدید دیداری داشتیم اونجا، من رفتم دیگه از این شهرهای خیلی مشهور راست نمیارم، یک مهمونی گرفتند و این دوستان ما رو برد در اون مهمونی، بعد اینا با هم صحبت میکردن، مثلا شاید 20 نفر بودن، میگفتن که ما از ما میپرسن که چگونه شما مثلا در این شهر گران، البته خیلی شهر گرونی بود، همه جا که اینطوری نیست که، چگونه شما در این شهر گران به سر میبرید؟ بعد میگفتن ما هیچ وقتمون نمیشه به هموطنان خودمون بگیم که به سختی، با درد و مشقت، با تحمل. یا مثلا یه ویدیو کلیپ دیدم امروز، یکی از ایرانیان واقعا کار بزرگی انجام داده بود، ایشون آلمان بود، بعد گفته بود که آقا گرمه، هوا گرمه، اینجا کولر نیست. حالا ما اینو بیام توضیح بدیم در ایران اصلا فاجعه میشه. من خاطرم از حالا شاید اون شاگرد ما اینجا تو این لایو هم باشه، خلاصه من بخشیدم از اون این، من دانشگاه تهران تدریس میکردم، درس مدیریت ریسک میدادم، رفتم آلمان شب دیدم که سرد شد، به قدری سرد شد که اصلا من نمیتونستم تحمل کنم. ساعت 12 شب اینا ایرکانشن رو خاموش کردن، اصلا کلا سیستم تهویه رو خاموش کردن، رفتن خوابیدن، یعنی خاموش کردن، کلیدش هم بردن، اصلا هیچ کس نبود. آخه ما این مدتی رفتیم بیرون اومدیم دیدیم اصلا نمیشه، رفتیم زیر پتو، حالا باشه سختی خوابید. صبح شد رفتم اعتراض کردم این چه وضعی شده. جالب اینجا بود، اون ریسپشنی خانم ایرانی هم بود، گفتم خانم شما آخه ما هموطنیم، این چه وضعشه؟ گفت ای بابا شهروندم، اینجا آلمانه، ما آلمان خب وقتی شما میره زیر پتو که دیگه نباید مثلا ایرکاندیشن روشن باشه، در آلمان هیچ جایی هیچ هتلی شما پیدا نمیکنید که مثلا ایرکاندیشن روشن باشه. من دیگه نرفتم آقای کلانتری، دیگه آلمان نرفتم، یعنی انقدر بنده مریض شدم به خاطر این قضیه و مریضی بسیار بد، یعنی واقعا حالا یک گلودرد ساده چون بسیار سخت گذشت اون شب و اینها خیلی شدید شد. ولی برای مردم خودمون نمیتونیم اینا رو بگیم، یعنی اگر بگی، اگر شما با صداقت این مباحث رو مطرح کنی، به عدم صداقت شما در واقع محکوم خواهی شد. نمونه دیگه خدمت شما عرض کنم، شما نمیدونم دیدید یا من اخیرا میخوام برم دبی، حالا برم از این نمایشگاه‌های اتومبیل دبی مثلا فیلم بگیرم، مثلا همه دیگه همه کارشونه، میرن دبی میگن این ماشین رو دیدی، این ماشین مثلا 2000 مثلا دلاره یا 2000 درهمه، حالا نمیگن این ماشین چپ کرده، دقیق میفرمایید، خب نمیگه اینا رو که، حالا انقدر هم دیگه ارزون نیست. البته من که دیدید چقدر با سیاست خودروی دولت مخالفم، من تا اون روزی هم که در این کشور باشم بتونم حرف بزنم مخالفت خواهم کرد. ولی مسئله اینجاست که در همون شهر دبی که داشتن خودرو بسیار ارزانه، در حدی که یک همکار ما داشتیم در سیتی بانک، ایشون پاکستانی اصل بود، از لندن اومده بود، به لهجه لندنی خیلی غلیظی هم داشت، من ازش پرسیدم چرا از لندن اومدی؟ اومد به من نشون داد، داشت سوار ماشینش میشد، گفت ببین این بی ام دبلیو رو که من تو لندن نمیتونم سوار شم، که من در دبی میتونم سوار شم، دبی اینقدر ارزان تره. ولی همین دبی که اینقدر ارزان تره، خب مقایسه کنید ببینید قیمت بنزینش چقدره، عوارض بزرگراهی که شما هر روز باید مثلا 4 بار 5 بار 6 بار پرداخت کنی چقدر میشه، دقت میفرمایید؟ من خودرومو که میبردم به همون نمایندگی مثلا روغنشو عوض کنن، یه چیزی بوده 1500 درهم میگرفتند. خب الان شما مقایسه کنید، حتی درهم شما اصلا 10000 تومان در نظر بگیرید، خب 15000 در 1500 درهم
با 10,000 تومان ببینید چقدر میشه، بعد یه مقایسه بکنید. درستش هم اونها، البته درستش این اگر مردم ما میدونستند، اگر کسی حقایق رو گفته بود، مردم میگفتن آقا این تعرفه خودرو رو بردار، قیمت بنزین رو بالا ببر، آزاد کن، نمیدونم مالیات بگیر، ولی قیمت ولی واردات خودروی با کیفیت رو آزاد کن. دقت میفرمایید اینها یک سری حالات تعادلی که شما ایجاد کردید در اقتصاد. خب حالا چرا اینا رو خدمتتون عرض کردم؟ ببینید حالا این دوست عزیزمون نوشته پوپولیستی صحبت نکنید، متوجه میشید؟ میبینید حالا ما با صداقت اومدیم یه سری مطالب رو گفتیم که کسی نمیاد به شما بگه، دقیق فهمید. ولی خب حالا ماشین من لوکس بود البته، اینم که باید بهش اشاره کنیم، ولی مسئله اینجاست. ببینید مسئله اینجاست که این سیاست های غلط در کشور ما، در سطح ملی ما پس انداز دیگه نداریم، در سطح ملی دیگه سرمایه گذاری نداریم، اینا فاجعه به بار میاد وقتی ارتباط و اطلاعات قطعه. ولی حالا من اینا همه این مقدمات رو گفتم که خدمتون عرض کنم که اگر میخواید که پیشرفت کنید، ببینید در همه جای دنیا آموزش میدن که شما چگونه هزینه ها رو کنترل کنید. من که دنبال این بودم که در کشور ما کیفیت زندگی افزایش پیدا کنه، رشد اقتصادی به وجود بیاد، اما این سیاست ها باید از سوی حاکمیت، از سوی دولت اجرا بشه. فعلا هم که نمیشنه و فعلا هم که گوش شنوایی نیست. ما هر چقدرم تونستم بنده تلاشمو کردم، دقیق میفهمید. ولی آموزشای میشه داد. شما الان این دوستی که سوالو مطرح کردن نگرانن، نگرانی خیلی نگرانی جدیه. ببینید ما داریم به سمت تله فقر میریم، تله فقر اسمش تله است. ببینید در ادبیات اقتصادی میگیم poverty trap، تله فقر، میری تو تله دیگه بیرون نمیای. دقیق میفرمایید، من دارم هشدار میدم مواظب باشید با این نوع در واقع تورمی که ایجاد شد در چند ماه گذشته، که واقعا برای من واقعا اسفناک بود، واقعا مایه تاسف بود و مایه نگرانی بود برای بنده. با این تورمی که ایجاد شد من نگران شدم. باید به مردم خودمون، به عزیزان خودمون توصیه های بکنیم که بتوانن شرایط سخت رو دنبال کنن، شرایط سخت رو بتونن تحمل کنن و در واقع بتوانن از این مسیر از این گردنه بگذرن تا ببینیم بعدش چی میشه. خب در کشور پیشرفته آموزش خیلی جدی در زمینه کنترل هزینه وجود داره، هم از نظر آموزش رفتاری هست، هم از نظر این که بالاخره محاسباتی که شما داشته باشید. افراد میرن کلاس، یعنی پرسونال فایننس. من از روزی که اومدم ایران میخواستم کلاس پرسونال فایننس بگذارم، متاسفانه وقت نکردم. یعنی مباحثی که بعد در بانک مثلا رفتم بالاخره بانکداری خوندم، این به درد زنان خانه‌دار نمیخوره. من خیلی علاقه داشتم برای بانوان کلاس بذارم، کلاس آموزش در واقع صرفه‌جویی، آموزش مدیریت منزل برای مخصوصا کودکان، نوجوانان، برای اینها کلاس مثلا سواد مالی بذاریم. دقت می‌فهمید؟ اگر شما جایی دیدید شاید اینها مطالب خوبی داشته باشه. بنده از کیفیت این دوره‌ها اطلاعی ندارم، ولی اگر که مطالب خوبی پیدا کردید پیگیری کنید. اگر زبان انگلیسی خوب هست، مطالب بسیار خوبی در وب وجود داره، فضای وب وجود داره و کتاب‌های بسیار خوبی در این زمینه نوشته شده. اصل صحبت این هست که دوستان عزیز خودتون رو تهییج به مصرف فعلا نکنید. من توصیه اکید میکنم تهییج به مصرف نکنید. وضعیت نمیدونم به کجا برسه، امیدوارم اصلاح بشه، امیدوارم گوش شنوایی باشد، ولی خیلی این حکمرانی اقتصادی که داره انجام میشه با آنچه که بنده آموختم و با آنچه که بنده زیستم بسیار بسیار متفاوته. دقیق بفرمایید عزیزان من. ببینید من بالاترین حمایت هم از بازار سهام داشتم، مثلا یه نمونه خدمت شما عرض کنم، بالاترین حمایت از بازار سهام داشتم، اما تجربه زیسته بنده در تعارض جدی با فعالان بازار قرار میگیره. چند سال توصیه اکید بنده کردم که برید اوراق منتشر کنید که نشه مثل نیمه دوم سال گذشته که وزارت کشاورزی پول کم بیاره دست کنه در جیب بانک کشاورزی، بانک کشاورزی این رو از پای پولی تأمین کنه، تورم بسیار بالا به وجود بیاره. دقیق میفرمایید. پس من این توصیه، خود بنده این توصیه رو کردم. من میبینم که منابع ثروت ارزی ما به اتمام خواهد رسید، حتی اگر تحریم هم نباشد. چرا؟ برای اینکه منبع ارزی ما یا نفت یا وابسته به نفته و دنیای آینده دنیا داره به سمت ماشین‌های خودران الکتریکی حرکت میکنه و به محض اینکه این اتفاق جهان شمول بشه، که من فکر میکنم مثلا ما 2-3 سال فاصله داریم با اینکه شروع بشه، به اینکه در واقع افراد ترجیح بدن از خودروهای الکتریکی استفاده کنن، به محض اینکه این اتفاق بیفته ما کم کم باید با درآمد نفتی خداحافظی کنیم.
حالا شما این درآمد هم در نظر بگیرید که به شدت کاهش پیدا کرده، تحریم هم که هستید، جمعیت هم که افزایش پیدا کرده، به هر حال دیگه نمیشه روش حساب کرد. خب من خیلی تلاش کردم جناب کلانتری سالیان سال که این درآمد ارزی صرف ساخت زیر ساخت بشه، مثل قطار پرسرعت. موفق نشدم متاسفانه، تنها موندیم. خب اینا رو من دارم خدمتتون عرض میکنم که بگم که ببینید اون چیزی که در ظاهر شما به ذهنتون میرسه به صورت خیلی شورت سایتد ممکنه ببینید، یعنی با کوتاه نگری نگاه کنید بگید مثلا ثروت امروزمو چیکار کنم، معیشت امروزمو چیکار کنم، این راه حلی که به ذهن میرسه خیلی وقتا با آنچه که باید باشه تفاوت خیلی جدی داره. اول عرایزم که اولین سوالی که مطرح کردید عرض کردم خدمتتون، مباحث سرمایه گذاری، مباحث مدیر تدبیر منزل، مباحث اقتصاد بسیاری اوقات شهودی نیستند. این رو دقت بفرمایید، شهودی نیستند. یعنی اون چیزی که اگر آموزش ندیده باشید، حالا آقا گفت آموزش ندیده، اصلا ما دیگه نمیتونیم در مورد آموزش صحبت کنیم، گفت حق دارید آموزش ندیدید، خب اون بیخود گفت. ولی واقعیت این است که در این جور مباحث باید حتما ما از تجربه دیگران استفاده کنیم و حداقل این مسئله رو بدونیم که بسیاری از تصمیمایی که ممکنه از روی غریزه بگیریم، این تصمیمات تصمیماتی هستن که تاثیرات منفی شدید میذارن. من یادم هست در امریکا، حالا بعض سطح معیشت در امریکا از اروپا بالاتر بود، ولی آموزش میدادن به افراد، میگفتن مثلا میری خرید کنی گرسنه نباش، یعنی غذاتو بخور بعد رو خرید کن. چرا؟ وقتی غذاتو بخوری بری خرید، کمتر خرید میکنی، به همین سادگی. حالا چرا اینا رو آموزش میدادن؟ چون که خیلی از افراد پیچک تو پیچک زندگی میکردن، یعنی اگر حقوقشون این ماه قطع میشد متاسفانه کنار خیابون بودن. شاید شما باورتون نشه که درصد این افراد بالای شاید 70% جامعه امریکا هست، دقت میفرمایید. البته یک مقدارش به خاطر مصرف بالاست، من نمیخوام مقایسه کنم کشور ما که برای من دردناک خدمت شما، حالا نمیخواستم منفی صحبت کنم ولی عرض کنم خدمتتون، بنده آگاه هستم که مصرف پروتئین و گوشت در کشور ما مرتب در حال کاهشه، من اینا رو میبینم و درد میکشم. اما می توانیم آموزش های بدیم، حالا ان شاء الله اگر سوالاتی باشه باز بیشتر هرچی به ذهنم بیاد خدمتتون عرض میکنم، باز بیشتر توضیح خواهم داد چه باید. پس به طور خلاصه سرمایه گذاری برای کسیه که درآمد ماهانه مکفی داره و مخارجش کمتر از درآمدش هست، و این شعارهایی که من یه برداشتم از صحبت شما این بود، این شعارهایی که الان در باب مثلا بورس باب شده که آقا اگه درآمدتون کمه بیاید بورس شغل دوم درآمد اول و این چیزها رو خیلی جدی نگیرید. و ورود به دنیای سرمایه گذاری وقتی که شما یک کشفلوی جریان نقدی برای خودتون ایجاد کردید و توصیه بنابراین عملی برای افراد که در این صف قرار دارن اینه که اول پرسونال فایننس یاد بگیرید، مدیریت هزینه هاتون رو بهتر انجام بدید و بعد به سمت افزایش درآمدتون برید و سپس برید وارد سرمایه گذاری. قبل از اینکه شما به سوال بعدی برید خدمتتون عرض کنم، بازار سرمایه خیلی جای خوبیه برای افراد اهلش، دقت میفرمایید. از اون طرف ای کاش بازار سرمایه جایی بود که ما عامه مردم رو دعوت میکردیم، مثلا به عنوان اینکه اگر شما میخواهید پوشش ریسک بدید در مقابل تورم وارد بازار سرمایه بشید، ای کاش ما میتونستیم چنین کاری بکنیم. ولی من تعهد حرفه‌ای و اخلاق حرفه‌ای که دارم به من الان نمیتونه این اجازه رو نمیده که اینطوری خدمت شما عرض کنم. حالا چرا؟ برای اینکه سود شرکت ها رو در سال 1400 با سال 1401 که مقایسه میکنی از تورم جا مانده. سالها تلاش کردم جناب کلانتری که بازار سرمایه از تورم جا نماند، دقت میفرمایید. هماهنگی وجود داشت بین عزیزان دوستان خودم در بازار سرمایه، مدیران بازار هماهنگی وجود داشت، سیاست هایی رو پیگیری کردن دوستان که بازار سرمایه در نهایت جا ماند. البته من واقعا تقصیر رو گردن این دوستان نمیندازم، ولی میگم اون سیاستایی که پیگیری میشد سیاستای درستی نبود. بیشترین تقصیر به خاطر تثبیت قیمت‌ها بیشترین تأثیر رو داشت، و البته در نهایت هم دوستان و بازار سرمایه به نتیجه رسیدن که باید فقط روی این تاکید کنن. مسئله اینطوری شده که هم دخالت دستوری، مدیران بازار دخالت دستوری میکنن، و این یک فردی مثل بنده رو نمیتونم، دقت میفرمایید، که به راحتی بگم وارد بازار بشید. چرا؟ ماه پیش دیدید بازار مثبت بود، یه روز همیشه منفی شد. بارها و بارها این کارها انجام شده. اینا خلاف شرع، خلاف اخلاق، خلاف علم، خلاف تجربه، خلاف هر چی شما فکر کنید. یعنی اینها هیچ تأثیر مثبتی ندارد که شما برید مثلا دا سعی کنید که بازار سرمایه رو مثلا تخفیف بدید، کاهش بدید، تحقیر کنید. بازار بارها و بارها تحقیر کردن متاسفانه. و از اون طرف هم شما ببینید از نظر فاندامنتال متاسفانه بازار تضعیف شده. همین صنعت خودرویی رو می‌بینید، همین صنعت خودرویی میتونست بازار رو نجات بده.
همین صنعت خودروی هم اجازه ندادن. بارها و بارها ما تلاش کردیم که در واقع سودی که میتونه به بازار سرمایه برسه، در بازار سرمایه سهامدار به حاکمیت به دولت اعتماد کرده، این سود به سهامدار برسه، تا اینکه و بخش عمده بزرگترین سهامداران ایران بازنشستگان هستند. ببینید ما وقتی برای بازار سرمایه داریم تلاش میکنیم، برخی از افراد دوستان ارزشی ما چقدر به منده لطف دارن، توهین کردن که مثلا این به دنبال منافع سهامدارانه. منده افتخار میکنم. چرا؟ برای اینکه بزرگترین بخش سهامداران ما بازنشستگان هستند. دقت میفرمایید؟ و وقتی که بازار سرمایه تو تضعیف میکنی، در واقع داری صندوق های بازنشستگی رو تضعیف میکنی. سقوط صندوق های بازنشستگی بزرگترین بحران تاریخ ایران و تاریخ جهان رو شاید به وجود بیاره. دقت میفرمایید؟ یعنی 30 میلیون نفر، 40 میلیون نفر ممکنه که زندگیشون از بین بره. من میدونم که چه میگذره، انقدر دارم تلاش میکنم که تغییرات جدی به وجود بیاد. پس بنابراین بازار سرمایه متاسفانه با دخالتی که مدیران بازار میکنن و با دخالتی که مدیران اقتصادی کشور در سوداوری بازار انجام میدن، متاسفانه شده، تبدیل شده به یک بازار خاص. اگر مشاور خاص دارید، اگر به افراد با تجربه که مورد اعتماد شما باشن دسترسی دارید، در بازار سرمایه سرمایه گذاری کنید. اگر نه، بازم توصیه‌ام این هست که دایورسیفای بکنید. نمیگم از بازار خارج بشید، ولی عرضم این هست که دایورسیفای کنید، دارایی‌ها مختلف نگه دارید. ببخشید اینو عرض میکنم، خیلی بده ولی مجبورم. حتی خرید کالا، متاسفانه در شرایط تورمی رو بالا، حتی خرید کالا ارجح است نسبت به خیلی از سرمایه‌گذاری‌ها، نسبت به پسنداز بانکی مثلا. دقت کنید، خیلی بده، ولی خب ما بانک مرکزی داریم که با افتخار رؤسای بانک مرکزی در 15 سال گذشته اعلام کردن بالای 70% تسهیلات بانکی که دادن سرمایه در گردشه. جناب کلانتری، میدونید سرمایه در گردش یعنی چی؟ وقتی 70% منابع بانکی تو سرمایه در گردش، به جای اینکه صنعت خودرو تو گسترش بدی، به جای اینکه صنعت فولاد تو گسترش بدی، به جای اینکه راه آهن بسازی، به جای اینکه راه بسازی، به جای اینکه کارخونه نیروگاه بسازی، کارخونه تولید برق، به جای اینکه منابع آبی رو در واقع گسترش بدی، به جای اینکه فاضلاب بسازی، سرمایه در گردش یعنی چی؟ یعنی در سطح ملی داری به شدت احتکار میکنی، و هر چه تورم بالاتر باشه، آتش برای احتکار بالاتر خواهد بود. و نظام بانکی هم اتفاقا دستش باز هست که با افتخار میگه ما به تولید سرمایه در گردش تخصیص میدیم. نه عزیز من، تو به تولید سرمایه در گردش تخصیص نمیدی، تو داری به کسانی که به بانک ها نزدیک هستند اجازه میدی، امکان میدی که با احتکار کالا، با احتکار مواد خام، مواد نیمه ساخته و کالای ساخته شده، در واقع خودشون رو در مقابل تورم پوشش بدهند. و اینها دارن خودشون رو پوشش میدن، مردم عادی ما متاسفانه جا میمونند. بسیار خوب، من در خدمت هستم اگه سوال دیگر باشه. خب سوال بعدی، حالا یه خورده از این سوالای عمومی بگذاریم، اگر رسیدیم دوباره برمیگردیم. یه خورده سوالات جزئی تر راجع به بازارهای مختلف پرسیدم. بازار مسکن و نظر شما چطوره برای مصرف و برای سرمایه‌گذاری؟ چی بگم؟ ببینید همه بازارها الان، ببینید آقای کناتر، خیالتون راحت کنم. یک بازار داریم که به قیمته و میتوانست بسیار ارزان باشه، اونم بازار سرمایه. دقت میفرمایید، اگر اجازه میدادن سوداوری شرکت ها با شرایط آزاد افزایش پیدا کنه، بازار سهام بسیار به صرفه بود. برای کسانی که میخوان، البته این دیگه توی لایو مثلا عمومی نمیشه گفت، برای کسانی که پول خیلی کلان دارن، اگر من میخواستم الان توصیه کنم، میگفتم برید سهام به صورت استراتژیک سهام بخرید، برید انقدر سهام خاص بخرید که عضو هیئت مدیره شرکت بشید. دقیق میفرمایید، سهام نسبت به ارزش جایگزینی بسیار ارزانه، نسبت به ارزش جایگزینی. منتها سهامدار خرد هیچ وقت نباید به ارزش جایگزینی نگاه کنه. شاید دوستان یادشون باشه در قائله 99، آخه ما یه قائله 99 داشتیم، یه آشوب 98 داشتیم، یه قائله 99، قائله 99 قائله بورس بود. دقیق کردم، میومدن میگفتن چی؟ میگفتن تجدید ارزیابی داره، پس سهام گران میشه. تجدید ارزیابی که به ضرر سهامدار خرد، آخه عزیز من، تجدید ارزیابی که استهلاکو بالا میبره، که تجدید ارزیابی به نفع سهامدار عمده است. الان خدمتتون عرض میکنم، اگه کسی بالای 1000 میلیارد تومان پول داره، بره سهام بخره، سهام مدیریتی بخره، سهام از بازار جمع کنه، خیلی به نفعش میشه. اما برای افراد دیگر، ببینید بازار ملک گران، از گران به گرانتر داره پرش میکنه. دقت میفرمایید، اگر واقعا دولت یک زمانی به این نتیجه برسه که تورم رو کنترل کنه، که متاسفم که به این نتیجه تا امروز نرسیدند، اگر به این نتیجه، اسم شعار کنترل تورم، آقا خب یه کاری بکن، قدم از
قدم بر نمیدارن. دقت بفرمایید، اگر به این نتیجه برسن بازار ملک بسیار گرانه. آیا وقتی بازار ملک گرانه بنده دارم توصیه میکنم شما املاکتون رو بفروشید به هیچ وجه؟ تحت سرمایه گذاری در ملک سرمایه گذاری عمری است، حتی سرمایه گذاری که یعنی اگر ملک شخصی هست که اون بحثی اصلا جداست دست بهش نزنه، اگر بحث مثلا سرمایه گذاری مثلا شما ملک رو اجاره دادید بذارید کارش انجام بده، ولی اگر الان میخواید بخرید بنده نمیتونم این توصیه رو داشته باشم. دو سال هست، شاید سه سال هست که ما منتظریم بازار ملک بره داخل رکود. حالا چرا نمیره؟ یک مسئله سیاست‌های ضد تولید مسکن هست که در کشور در جریان هست. همین مثلا سیاست‌های می‌بینید، میگم مثلا بازار مثلا اجاره رو می‌خوایم سر و سامان بدیم، این یعنی سرمایه‌گذار از بازار ملک خارج میشه. یعنی باید تسهیلگری اتفاق بیفته در بازار ملک که متأسفانه اتفاق نمی‌افته. پس عرضه متأسفانه کنترل شد. حالا برای عرضه علاجش چی هست؟ که خارج از شهرها مسکن اجتماعی بسازیم. خب که چه شود؟ یعنی اینا به چه درد میخوره؟ آخه مسکن تعریفی داره. برای بنده که دارم در تهران زندگی میکنم، حالا شما یک مسکنی برای من بسازی مثلا حتی در پرند، خب مورد استفاده من نخواهد بود. یعنی باید اجازه بدن تمام این اهالی ساکنان ایران هر جا که هستن اینا ارتقا پیدا کنه زندگیشون. من دنبال این جور سیاست ها هستم، همه با هم رشد کنن، همه با هم بالا برن. دقیق میفرمایید سیاست مسکن متأسفانه از عرضه که این نبوده، از نظر تقاضام که مرتب داریم رکورد میشکنیم. تا حالا این رکوردها رو که شکستن میگن اصلا مثلا نقدینگی عامل تورم نیست. آخه چجوری جوابشو بدیم اون وقت؟ اصلا بگی آقا تو میدونی نقدینگی چیه؟ تو میدونی مثلا نرخ بهره چیه؟ تو میدونی سیاست گذاری پولی چیه؟ تو میدونی سیاست گذاری بودجه‌ای چیه؟ دری به تخته خورده رفتی اون بالا نشستی، نباید به فکر همون پدر مادرت باشی، نباید به فکر همون خانوادت باشی که در روستا دارن زندگی میکنن. آخه نباید به فکرشون باشی، فقط خودت رو ببینی، فقط شعار بدین. اتفاقا جناب کلانتری، بنده با عوام فریبی بسیار مخالفم. دقت میفرمایید، پس چه عرض کردم؟ بازار مسکن برای سالها میرفته در رکود ولی نرفته. چرا نرفته؟ به خاطر اینکه متاسفانه سیاست انبساطی پولی در جریان بوده. این رو داشته باشید. تنها بازاری که حتی قیمت ارز به نظر من بسیار بالاست و اگر یک زمانی شرایط عادی بشه که من چندان چشمم آب نمیخوره، اگر شرایط عادی بشه با همین رشد نقدینگی شدیدی که داشتیم قیمت ارز باید خیلی پایین تر بیاد. اتفاقا در مورد بازار ارزم جالبه جناب کانتا، اینا خدمتتون عرض کنم، بارها و بارها سالها بنده عرض کردم که دلار پاشی در نرخ پایین تر ارز به هیچ نتیجه مثبتی نخواهد رسید، فقط ران پاشی است. بارها و بارها عرض کردم مهمترین دلیل تورم دو عامله، یکی رشد نقدینگی، رشد پول به خصوص بخش پول در نقدینگی یک عامله، عامل دوم چیز انتظارات تورمی. انتظارات تورمی به نرخ بازار آزاد بستگی داره. خب سالها منکر شده، گفتی اصلا ما بازار آزاد رو قبول نداریم. حالا دو روز بازار آزاد نرخ کاهش پیدا کرده که درسته، که واقعا توصیه کردم بازار آزاد رو کنترل کنیم. بارها بارها توصیه خود بنده این بوده دیگه. حالا دو روز که نرخ اومده پایین بدونید چه جشنی گرفتن. آقا شما همونا بودید که سیاستاتون باعث شد بره بالا، وگرنه الان نرخ تعادلی ارز در ایران شما با سنجه‌های مختلف بسنجید، نرخ تعادلی ارز یه چیزی حدود 30 تومنه. اصلا مردم ما قبول میکنن نرخ 30 تومنو؟ دقیقا میفهمید. من اگر میگفتم 45 تومن خیلی بیشتر مقبولیت داشت، خدمت شما بگم 30 تومن. سیاست نادرست ارزی است که این فاصله رو ایجاد کرده. دقیقا سال گذشته مثل جهانگیری، مثل دلار جهانگیری، در اون زمان هم ارز 4200 رو با محاسبات بهش رسیده بودن. این ارز 28500 هم با محاسبات بهش رسیدن، ولی محاسباتون به درد خودتون میخوره، چون امروز ارزتون 4200، امروز ارزتون 28500. افراد عاقلند، انتظارات افراد عقلانی یا عقلایی یا منطقی است. بخش عمده‌ای از این کلاس اقتصاد کلان 129 ساعتی که ما تدریس کردیم، شاید آقای کلانتری نمیدونم سر کلاس بودید یا نه، همون کلاس اقتصاد کلان در مورد انتظارات عقلانی یا انتظارات منطقی بود. افراد منطقی فکر میکنن، میگه آقای سعدوندی شما میگی قیمت ارز تعادلش 30 تومنه، آیا مسئله تحریم رو در نظر گرفتی؟ میگیم خب اون 30 تومن با شرایط بلند مدت با اینترپولیشن گذشته بوده. دقیق میفرمایید، یعنی با یک برآوردی از مسیر گذشته است ما الان میگیم، ولی شرایط ارزی ما الان شرایط خیلی خاصیه، پس اون در کوتاه مدت میسر نیست نرخ 30 تومن شما در نظر بگیرید. دقیق فرمودید، پس این مسئله رو باید در نظر قرار بدهید. نکته دیگر،
مگر افراد منطقی نیستن؟ افراد میگه سعدوندی مگر نگفتی که نقدینگی داره رشد میکنه؟ پول در نقدینگی داره با نرخ بیشتری، با رشد، با سرعت بیشتری داره رشد میکنه. اگر پول در نقدینگی داره با نرخ 60% 70% رشد میکنه، آیا دلار ما سال بعد همین نرخ، همین قیمت ارزش ذاتی که تو گفتی 30 تومن، آیا سال بعد نباید 60% بیاد روش، 50% بیاد روش؟ خب همین محاسبات تو که شد امسال 30 تومن، سال بعد میشه 47 تومن، 48 تومن. دقیق بفرمایید، مسئله اینه هاست. مردم خیلی عقلانی فکر میکنن، ولی در سطح مدیریت پولی، در سطح مدیریت ارزی ما انکار میکنیم. من خیلی سعی کردم از روی دلسوزی پیام بدم، هشدار بدم که ببینید مردم چگونه دارن فکر میکنن. انکار نکنید دیدگاه مردم رو. متاسفانه به نتیجه نرسید. پس دلار گرانه، طلا گرانه، ملک گرانه، ولی در شرایط، اگر شرایط به سمت تورم بالاتر برود، همه ارزان است. این فکریه که الان تو ذهن مردمه. هر چیزی شما بخرید ارزان است. اما اگر شرایط تعادلی بشود، بازاری که ارزشمند است فقط بازار سرمایه است. در ضمن این سوال ما راجع به ملک، خیلی سوالات دیگه ای رو هم گفتید، یعنی راجع به طلا پرسیده بودن که خب گفتید نظرتون رو، و راجع به سهام و بورس هم که توضیح دادید. برگردم به یکی از این سوالات عمومی که بحثم کم کم جمع کنیم. بهترین سبد سرمایه گذاری به نظر شما چیه و از هر کدوم حالا چند درصد؟ بستگی داره آقای کلانتری. ببین برای چیز عرض کردم خدمتتون، کسی که زندگی کشش گران وایشه نباید وارد بازار سرمایه بشه. اگر وارد بازار سرمایه شد، باید وارد صندوق بشه. خب نه، به طور مشخص وارد صندوق بشه. اگر صندوق میخره، یک قسمتشو صندوق درآمد ثابت بخره، یک قسمتشو صندوق سهام بخره. اما کسی که تمکن بالاتری داره، معمولا در دنیا اینطوری میگن، ببینید یه چیز خدمتتون عرض کنم. ببینید در بازارها معمولا اگر بازار دیگری سودآور باشد، بازار سهام سودآور نیست. یعنی شرایط رشد بازار سهام اینه که همه بازارها چی بشن، همه بازارها برن در یک رکود قرار بگیرن. یعنی شما ناامید بشید از افزایش قیمت خودرو، ناامید بشید از افزایش قیمت مسکن، ناامید بشید از افزایش قیمت طلا، ناامید بشید از افزایش قیمت ارز، حالا دیگه ممکنه سود بازار سهام شما سالها ادامه پیدا کنه. سال 98 چقدر بنده تلاش کردم، عرض کردم اعتماد مردم به بورس داره برمیگرده. حجم شبه پولی هم که در بانک‌ها ذخیره شده بسیار بالا و خطرناک. شما اجازه بدید که رونق بازار سرمایه 3 4 سال ادامه پیدا کنه. ولی سیاست چیز دیگری بود. کشتیبان را سیاست دیگر آمد. کشتیبان برنامه‌اش این بود که نیمه اول سال تا با حد اکثر تخت گاز بره تا بعدش ببینه چی میشه. شما فهمیدید که ترکیب پورتفوی، ترکیب دارایی مختلف چگونه است. من توصیه اکیدم این هست که در این شرایطی که اصلا نمیدونیم به کجا داریم میریم، اگر میتوانید سعی کنید یک آلونکی برای خودتون داشته باشید. این نکته اول. خب حتما سعی کنید یک آلونکی برای خودتون داشته باشید. خودرو رو میتونید به تعویق بیاندازید. خودرو رو میتونید به تعویق بیاندازید. هم وضعیت خودروسازی داخلی داره پیشرفت میکنه، هرچند با زیان انباشته سنگین که این جای تاسفه. یعنی اگر اجازه میدادن سال گذشته قیمت خودرو آزاد باشه، هم سهامدار سود میکرد، هم بانک به شدت سود میکرد. بانک اضافه برداشتی از بانک مرکزی نمیداشت. من جناب کنتری محاسبه کردم بالای 1000 میلیارد تومان از نقدینگی که ایجاد شده فقط به خاطر ناترازی صنعت خودرو بوده. واقعا جای تاسف داره. نگذاشتن بازار سرمایه روش کنه، نگذاشتن سهامدار خودرو منتفع بشه، نگذاشتن بانک منتفع بشه، نگذاشتن تورم کاهش پیدا کنه به اسم مقابله با تورم. دقت می‌کنید؟ اینا فکر می‌کنن دارن اصلاح می‌کنن در حالی که دارن افساد می‌کنن. و چگونه ممکنه که ما انتقال بدیم به تجربه بشری رو به این افراد؟ خب پس دقت فرمودید. خب حالا اگر بخوان که افراد مختلف سرمایه گذاری کنن، عرض کردم اولین سرمایه گذاری چه ملک بالا باشه چه پایین باشه، شما حداقل زندگی خودتون رو تأمین کنید. یعنی ملکتون رو تأمین کنید، وسایل منزلتون هم تأمین کنید. برای خودرو عجله نداشته باشید. و بعد حالا بستگی داره، عرض کردم مجردید، متأهلید، سنتون در چه سطحیه، میتونید اول وارد بازار فیکس اینکام بشید، درآمد ثابت اوراق خریداری کنید، صندوق اوراق خریداری کنید، بعد صندوق سهام خریداری کنید، بعد در نهایت وارد بازار سهام بشوید.
درست. سوال پرسیدن در مورد اینکه بازار کریپتو در حال حاضر برای سرمایه‌گذاری چطوره؟ بله، ببینید بازار کریپتو، من خود من اگر که این تلاشی که در جهت تغییر سیاست‌گذاری کشور انجام دادم اگر این نبود، حتما سال 99 به طور کامل وارد بازار کریپتو می‌شدم. ببینید در مورد کریپتو، الان وضعیت اقتصاد جهانی در جهت کریپتو نیست. خب یعنی الان خیلی بازار کریپتو بازار خاص خودشو داره. یک مقداری شما میتونید تایم، در واقع تایمینگ، مارکت تایمینگ انجام بدید. خب یعنی بگید که چه زمانی باید وارد بازار مثلا کریپتو بشم. الان به نظر من بازار کریپتو خیلی بازاری نیست، ریسک بالا داره. دیدید تا 15000 دلار کاهش پیدا کرد، بعد به 30000 دلار افزایش پیدا کرد. الان البته منظورم بیت کوینه. یک سری زیادی از این در واقع کوین های مختلف مثل آلت کوین ها این هایی که هستند شاید نتوانند در شرایطی که تحت شرایط انقباضی پولی شاید نتونن دووم بیارن. من برداشتم اینه، یکی از دوستانم در مورد فدرالیزم، سیاست فدرالیزم پرسیده بود، من برداشتم اینه که یا در ماه جون یا در ماه جولای ژوئیه 1.25% یا 25 بیسس پوینت افزایش بده، یعنی فدرال رزرو بازم نرخ بهره افزایش بده تا حد 5.5، بعد یه مدتی صبر کنه بعد شروع کنه کاهش دادن. ممکنه در همین ساعت 5.25 کاهش بده. وقتی هم کاهش میده بازم سیاست انقباضی است. خب بازم سیاست انقباضی است. اینو باید مد نظر داشته باشید. تا وقتی که سیاست انقباضی است یعنی پول داره تقویت میشه در مقابل رقیب پول. مهمترین رقیب پول الان چیه؟ الان کریپتو. این مهمترین رقیب پول هاست، پول های فیات، پول های حاکمیتی. فعلا پول های حاکمیتی دارن قدرت خودشون رو برمیگردانن. بنابراین من باشم تا انتهای سال 2024 این مقداری یا تا اواسط سال 2024 این مقدار دست به عصا راه میرم تا در بازار کریپتو، ولی بعدش ممکنه خودم هم وارد بازار کریپتو بشم. خب البته من سختم جناب کلانتری، ما کی بود خدایا، سال پیش بود فکر میکنم که اومدم هشدار دادم، گفتم که بیت کوین رسید 63000 دلار. من وظیفه خودم دونستم، اومدم در لایو، لایو هم بود که خیلی تعداد افرادی که شرکت کرده بودن بالا بود، گفتم هر ماه 10% بفروشید. خیلی تاکید کردم روی این، گفتم این 60000 63000 دلار ممکنه بشه 100000 دلار، ممکنه بشه 150000 دلار، هر چه شد فرق نمیکنه، هر ماه 10% بفروشید. برخی از عزیزان به من پیغام دادن گفتن که ما خیلی بعض زندگیمون تغییر کرد، خیلی خوب شد، تشکر کردن. ولی یه سری دیگه از افرادم اومدن نوشتن تو گفتی 150000 دلار میشه، ای وای من، ای وای من. این همه تاکید که آقا حتی اگر 100000 دلار شدم بفروشید، مای 10% بفروشید، طمع نکنید، وقت خروج از بازار کریپتو و بیت کوین. الان خدمتتون عرض میکنم که حالا مثل اون زمان انقدر قضیه بد نیست، ولی در شرایط انقباضی پولی اصلا حضور در واقع سرمایه گذاری مجدد، حداقل ورود پول به بازار کریپتو رو من توصیه فعلا نمی کنم تا سال بعد. درسته. من یه نیم نگاهی هم به گزارش FOMC داشتم، الان نرخ بهره رو 25 صدام افزایش نداد، روی 5.25 ثابت موند، ولی فکر میکنم با توجه به اینکه تورم هسته گزارشش خوب نبود، هنوز احتمالش وجود داره که بعدم یه 25 صدام افزایش بازم داشته باشه. برای پیش بینی این بود، اکثرا پیش بینیشون این بود که در این ماه افزایش نده، اکثرا چشون همین بود که در این ماه افزایش نمیده، در ماه جولای ممکنه آخرین یا ژوئیه ممکنه آخرین افزایش رو داشته باشه. اونطور بعضی‌ها میگن تا 6 هم ممکنه بره. من خودم قبول میدونم، فکر می‌کنم 5.25 متوقف کنه. کلاً استاد یه تفاوت بنیادی که سیاست‌گذاری در جاهای دیگه با کشور ما داره اینه که تورم، کنترل تورم واقعاً براش مهم و ما یه خورده این برامون عجیبه که اینقدر، یعنی چیزی که ما دیدیم تو کشورمون در حوزه سیاست‌گذاری پول این نبوده، خیلی هم مهم نیست. حالا 10% 20% بالا پایین، ولی 1% 1% یا 0.5% 0.5% اونجا دارن مهمه تورم. یه سوال دیگه هم جالب بود، سرمایه گذاری مرتبط با آینده بازارها تحت تأثیر هوش مصنوعی چگونه باید باشه؟ یعنی چه کامادیتی ها و صنایعی با پیشرفت و جدی تر شدن هوش مصنوعی رو نمیگیرن؟ و من اضافه میکنم که آیا اصلا باید این رو جدی گرفت فعلا و یه رویکرد خاصی نسبت بهش اتخاذ کرد، یا مثل اون دوره‌ای که مثلا اینترنت خیلی
سهام‌های اینترنتی خیلی بولد شدن توی مثلا آمریکا و بعد یه ریزش شدید کردن. نظر شما چیه بریم؟ بله، ببینید، من نسبت به متاورس مشکوک بودم، یعنی برای من خیلی هیجان داشت و مسائل دیگری که مشتق می شد از بازار کریپتو. اما در مورد هوش مصنوعی برداشتم اینه که سطح بهره‌وری رو به شدت تغییر بده، به شدت تغییر بده. سالهای سال هم هشدار داده شده بود و سالهای سال هم هست که شما دیدید بنده از یارانه نقدی یکسان UBI Universal Basic Income یا همونی که در کشور ما تحت عنوان یارانه احمدی نژادی شناخته میشد بنده حمایت کردم. شاید برخی میگفتن آقا شما استاد هستی مثل بقیه، حرمتی نگهدار، مثلا اسم مثلا این یارانه خیلی بدنامه فلانه، ولی من چیزایی رو میدیدم و میبینم که بقیه نمیبینن. من سالیان سال میدیدم که هوش مصنوعی میآید و کشورها دو مواجهه دارن. یکی مثل روشی که ما معمولا در مقابل توسعه ما گارد داریم، غیر اینه، یعنی میگه قند اومده تو این کشور، اول میگفتن حرامه بعد حلال شده. دقت میفرمایید، راه خط آهن اومده همین مسئله بوده. دقت میفرمایید، واکسن اومده بعد این فقط یه قشر خاصی نیستن، کلا ما گارد داریم در مقابل توسعه. حالا اینجا خیلی بد میشه اگر ما در مقابل هوش مصنوعی هم گارد بگیریم، خیلی عقب میفتیم از دنیا، چون یک انقلاب صنعتی جدید داره ایجاد میشه و کشورها، ببینید، من چند وقت پیش داشتم تاریخ روابط ایران روسیه رو میدیدم. ایران در زمان نادرشاه روسیه اومد قفقاز رو گرفت، استان گیلان رو ما هم گرفت، احتمالا مازندران رو هم گرفته بودند. نادرشاه به اینا اولتیماتوم میده، میگه اگر که خودتون خارج نشید میام سراغتون. همشو میذارن میرن، یعنی میدونستن که ابرقدرت جهان نادرشاه. انگلیس هم در هند دچار مشکل جدی شد دیگه در زمان نادرشاه. بعدها ما به شدت عقب افتادیم. از کجا عقب افتادیم؟ از جایی که انقلاب صنعتی ایجاد شد. الان دوباره داره انقلاب صنعتی جدیدی پیش میاد. من خیلی نگران کشورمون هستم برای اینکه در مقابل موج هوش مصنوعی کشورها نایستن، احتیاج به یک پوشش درآمدی همگانی دارن، یعنی معیشت حداقلی همه تضمین بشه، ولی بیشتر از اون اجازه بدن اقتصاد کاملا آزاد کار خودشو پیش ببره. و حالا باید ببینیم چی میشه. ولی اینکه شما میفرمایید که این فقط یک مثلا سوالی که بود که مثلا فقط یک موجی و سر و صداست و اینها، من اصلا چنین فکر نمیکنم. یعنی برداشتم این است که همین امروز، نمیدونم شما آقای کلانتر این اسلایدی که ما تهیه می‌کنیم دیدید دیگه، خودتون هم بعدش گذاشتید دیگه، این اسلاید رو داریم از هوش مصنوعی استفاده می‌کنیم دیگه. اون فیلمی قبلش ما فیلم می‌ذاشتیم فرید، هزینه‌اش بالا بود دیگه، متوقف کردیم. خب یعنی عضو بودیم مثلا از اون چیز استفاده می‌کردیم. اون فرید اولین اقتصاددان هوش مصنوعی. خب اینها الان که داره جواب میده، الان که صحبت فرید شما متوجه میشید، دو سال دیگه خیلی پیشرفت بیشتر خواهد بود. بنابراین امیدوارم ما تا حالا اگر هم اشتباهی کردیم، مخصوصا که ما بچه های ما از نظر تعداد مهندسان رتبه چهارم در دنیا داریم. خب ما بچه های خیلی مستعدی. من یادم میاد جناب کلانتری رفتم استنفورد، یه سوالی داشتم، گفتن برو دانشکده الکترونیکس بپرس، دانشکده برق. آقا من رفتم دانشکده برق، همه ایرانی بودن، دخالتون همه ایرانی، همه بچه های شریف بودن، دانشکده خودمون. اصلا من شوکه شده بودم. ما از نظر چیز، از نظر علم این نوع علوم کامپیوتر و اینها عقب نیستیم اگه اجازه بدن جوانان ما کار کنند. من اومدم به این کشور امید داشتم، با امید اومدم ایران، چون میدیدم استارتاپ ها در ایران چجوری دارن پیشرفت میکنن. همش متوقف شد. دقیق میفرمایید، اصلا اون جو استارتاپی رو یه سری از افراد اصلا مخالف جو استارتاپی هستن، میگن این جوانان اینا میرن مثلا چیکار میکنن، اینا چیکار میکنن، دارن کار میکنن، چیکار میخوان بکنن، دارن معیشت کسب میکنن، روزی حلال دارن کسب میکنن، کشورشون رو دارن پیشرفت میدن. دقیق میفرمایید، امیدوارم که در این زمینه، سال پیش هم سال دانش بنیان بوده، لااقل اسم دانش بنیان که ما گذاشتیم، امیدوارم این جدی گرفته بشه. ممکنه در این سر بزنگا ممکنه خیلی بالا بریم. یه اتفاق اینجوری افتاده بود یه بارا، یعنی علم نانو رو یه دفعه در کشور ما اومدن گفتن آقا این علم جدیده، ما سعی کنیم عقب نیفتیم، الان عقب نیستیم. یا در زمینه برخی از علوم ژنتیک و اینا ما گفتیم که آقا جدیده، تازه داره شروع میشه، عقب نیفتادیم. ولی ما یک تراشه کامپیوتر ما در کشورمون تولید نمی‌کنیم. اینا مایه تأسفه. دقیق می‌فهمید، ما این همه تاکید داریم که خودرومون مستقل باشه، خودمون خودکفا باشیم در خودروسازی. چرا نمی‌خوای خودکفا باشی در باتری لیتیوم؟ چرا نمی‌خوای خودکفا باشی در خودروی خودران؟
در آینده که خودرو یه دونه باکسه که خودش میره و میاد دیگه، مثل آسانسور. دقت میکنی؟ چرا نمی اونجا رو بسازی؟ چرا اجازه نمیدی که اون کارشون انجام بدن؟ حالا ما دیگه بگذریم، خواهش میکنم. زمان لایوم زیاد شد، من از دوستان خواهش میکنم در مورد هر کدوم از این مباحثی که مطرح شد، اگر دوست دارید که بیشتر صحبت بشه، میتونه موضوع لایو بعدی ما توضیح بیشتر در مورد یکی از همین مباحثی باشه که اینجا مطرح شد، و کافیه که شما برای ما درخواست خودتون رو بفرستید. ما اینجا هستیم که به نیازهای شما در حوزه سرمایه گذاری و اقتصاد پاسخ بدیم. حالا یک زمان با دوره‌های آموزشی هست که دوره‌هایی که برگزار کردیم تماماً با نظرسنجی و نیازسنجی افرادی بوده که مخاطب ما بودن، و همچنین لایف‌هایی که برگزار می‌کنیم، مقالاتی که در سایت منتشر میشه، همینکی برای شما دوستان و عزیزان هست. حتماً با ما در ارتباط باشید. سوالی که شما فرموده بودید من فراموش کردم پاسخ بدم. گفتن سرمایه گذاری مرتبط با هوش مصنوعی. نمیدونم. آدم تحقیق کنم دیگه. بالاخره سری شرکت ها هستند، صنایع هستند. اینها در واقع از هوش مصنوعی بهره مند خواهند شد. احتمال اینکه حباب هم در این صنایع شکل بگیره هست. اما در داخل کشور من نمیشناسم. یعنی شما بگید که مثلا شرکتی وجود داره که الان مثلا در این زمینه ها داره کار میکنه، در داخل کشور که ندیدم، ولی بازار بین المللی هم خب چهارشنبه به طور کلی در مورد بازار بین المللی صحبت خواهیم کرد در سمینار حضوری چهارشنبه. من اینو گفتم برای اینکه اگر تقاضا داشته باشن، یعنی حتی میتونیم یه لایو بذاریم مثلا در مورد فقط هوش مصنوعی. منظورم این بود که دوستان کسایی که متقاضی هستن به ما بگن. من میخوام سوال آخر در مورد اقتصاد جهانی هست، و زمان لایو هم گذشته خیلی مرتبط با بحث سرمایه گذاری هم نمیشه. من به جای اینکه راجع به اقتصاد جهانی صحبت کنیم، چون سوالات زیادی هم داشتم در مورد سمینار روز چهارشنبه، از شما میخوام یه توضیح مختصری در مورد سمینار چهارشنبه بفرمایید تا من بحث کنم. حالا چهارشنبه قرار است در مورد اقتصاد جهانی صحبت کنیم دیگه. چهارشنبه من خودم فعلا برنامه‌م این هست که حالا شاید تغییر کنه، ولی فعلا برنامه‌م این هست که روندهای بلند مدت رو بگم، چون کسی روی مسئله اصلا صحبت نمی‌کنه. دقت می‌فرمایید؟ بله. روندهای بلند مدت رو بله ببینیم چی میشه. البته من در مورد هوش مصنوعی هشدار دادم، یعنی تقاضا کردم، توصیه کردم که ما بریم به سمتش. یه مثلا باید بگم، بالاخره عیب می جمله گفتی هنرش نیست بگوی. پس کردم خدمتتون سال پیش سال دانش بنیان بوده. ما اگرم فعلا کشورمون باقی مونده و بالاخره یک امنیتی هم ممکنه در کشور باشه، اونجایی بوده که به علم و تجربه بشری پشت نکردیم، به علم و تجربه بشری احترام گذاشتیم، اونجا ما پیشرفت کردیم. اگر در اقتصاد هم این مسئله اتفاق می افتاد پیشرفت میکرد. اگر در بازارها، در مدیریت بازارها ما سعی میکردیم که این کارا رو، یعنی از علم، از تجربه بشری استفاده کنیم، اونجا هم پیشرفت میکردیم. این خودروسازی، میدونید خودروسازی دادن دست مهندسی که بنده خدا آدم دلسوزی هم هست، من میشناسمش. من اون زمانی که دانشجو بودم خیلی هم به ایشون علاقه داشتم. دقیقاً می‌فهمم زمانی که دانشجو دانشگاه صنعتی شریف بودیم. الان می‌دونم که مدیریت بازارش وقت نباید به مهندس داد. مگر مهندسی که رفته MBA گذرونده، مهندسی که رفته اقتصاد خونده. دقیقاً می‌فهمید چرا؟ چون توجهش فقط و فقط به کجاست؟ فقط به مسائل مهندسیه. میگه مثلا خودروی من داره بهتر میشه. این نمیگه که این فرآیندی که تو داری طی می‌کنی چه صدمه‌ای به اقتصاد می‌زنی. خودروی بیکیفیت جناب کلانتری کل اقتصاد رو خفه میکنه. من این فقط خدمتتون عرض کنم یه خودروی هست مورد افتخاره در ایران، اصلا این شرکت اصلا در خودشون خیلی به خودشون مینازن، به نام شرکت زامیات. بعضی سامانش هم خیلی خوبه، یعنی بد نیست، حالا اطلاع دقیق الان اطلاع ندارم شرح کنم، ولی ببینید این نیسان آبی رو دیدید؟ این نیسان آبی پدر این کشور در آورد. یعنی شما میدونید که چه مقدار نقل و انتقال کالا از طریق همین نیسان آبی انجام میشه، و میدونید اگر اجازه داده بودید که خودروی پیشرفته تری در این کشور ساخته بشه یا وارد بشه، چقدر تأثیر مثبت داشت روی رشد اقتصادی، روی کاهش بیکاری. دقیق میفرمایید جاهایی که میتواند، یعنی یک جای شما میتونید سرمایه تزریق بکنید، به خصوص خدمات رشد، مثلا حمل و نقل رشد بکنه، خیلی موثره در پیشرفت اقتصادی. خب یعنی اگر واقعا شما دنبال کنترل تورم هستید، باید رشد اقتصادی هم داشته باشید، وگرنه هزینه‌اش خیلی بالا میره و در نهایت ممکنه متوقفش کنید. خواستید رشد اقتصادی داشته باشید، چه تحریم باشید چه نباشید، باید چه داشته باشید دوستان؟
باید خدماتتون رشد کنه. هر کشوری که پیشرفت کرده نسبت خدمات در جی دی پی افزایش پیدا کرده. اینایی که بنده دارم خدمت شما عرض میکنم با اون دیدگاهی که الان کارشناسان اقتصادی ما در کشور دارن بهش فکر میکنن 180 درجه در تعارض. در بسیاری از مواقع اینطور بوده. الان در زمینه سیاست گذاری ارزی بالاخره بنده خودم اثبات کردم. ولی باور میکنید جناب کلانتری، من یک استاد اقتصاد در این کشور پیدا نکردم که مطالبی که از خودم هم نگفتم، از آقای رابرت ماندل برنده جایزه نوبل شنیدم، یک نفر رو پیدا نکردم همسو کنم. یک نفر رو پیدا نکردم همسو کنم در کل اساتید اقتصاد ایران. دقت میفرمایید، این هم همین قضیه است. این هم متاسفانه سخت جا میفته. ما بگیم اگر خواستی پیشرفت کنی، پیشرفت خودروسازی اول نیست. پیشرفت اینه که تمام کشورت کافی شاپ خوب داشته باشه، تمام کشورت کتابخونه خوب داشته باشه. یعنی پیشرفت اینه که مردم همدیگر رو تیمار کنند، مردم به هم سرویس بدهن. من ژاپن رفته بودم، دستشویی‌های به تمیزی ژاپن پیدا نکردم. یعنی برای من ایرانی میرفت دستشویی رو تمیز می‌کرد اون ژاپنیه، اونم با اون کیفیتی که اینا تمیز می‌کردن. خب ما میتونیم کشور تمیزی داشته باشیم، توصیه دینی ما هم هست، چرا عمل نمی‌کنیم؟ همین تمیزی. من اگر می‌خواستم اسم شعار سال انتخاب کنم، البته به نظر من بهترین شعار سالی که دارن انتخاب شد که عمل نشد، ولی بهترین شعار سال کنترل تورم بود. ولی به جز کنترل تورم اگر می‌خواستم انتخاب کنم، می‌گفتم تمیزی، پاکیزگی. آ کشورتون رو پاکیزه کنید. همین پاکیزه کردن این کشور 1 میلیون شغل ایجاد خواهد کرد. ولی ما تصورمون اینه که اگر نیسان آبی بسازیم پیشرفت کردیم، اگر پراید بسازیم پیشرفت کردیم، 2 میلیون خودرو بسازیم پیشرفت کردیم. این خیلی تفاوت دیدگاه از نظر توسعه میبینم با اون چیزی که در دنیای مدرن میگذره، خیلی تفاوت دیدگاه شدیده. سپاسگزارم از شما. خواهش میکنم. من از شما سپاسگزارم که وقت دارید به ما. من این توضیح هم عرض میکنم، سمینار روز چهارشنبه در مورد اقتصاد کلان جهانی و بازارهای مالی جهانی از لحاظ فاندامنتال و تکنیکال صحبت خواهد شد. آقای دکتر سعدوندی، آقای اسدی و آقای شاه مرادی حضور دارند که از برجسته ترین تحلیلگران فاندامنتال و تکنیکال هستند. این سمینار ظرفیتش تکمیل شده بود تا چند روز پیش، ولی به دلیل درخواست زیاد شما عزیزان ما یک سالن دیگه تهیه کردیم و ظرفیت رو افزایش دادیم و هنوز فکر میکنم یه سری ظرفیت مونده باشه. برای راهنمایی میتونید به هم دایرکت همین پیج مراجعه کنید، هم به ادمین تلگرام کلینیک پیام بدین. کد تخفیف هم به همراهان کلینیک اقتصاد تعلق میگیره، حتما از ادمین بخواید. آقای دکتر اگه صحبت پایانی هست بفرمایید. من از شما تشکر میکنم، از دوستان عزیزم که در لایو بودند و به برخی از سوالات پاسخ داده نشد عذرخواهی میکنم. دیگه ما قرار بود که 40 دقیقه خدمت شما باشیم، من یادم رفت، یعنی شما تماس گرفتید قطع کردید. من خواستم خدمت شما بگم بیش از 40 دقیقه نمیتونم. آقا شاهینم که حضور دارم جمعه در خدمت دوستان هست. خدا نگهدار شما. در پناه خدا نگهدار.